سلام، تو این قسمت میخوام 10 تا دیگه از فیلم هایی که اخیرا منتشر شدن رو معرفی کنم. امیدوارم تا آخر ویدیو همراهی کنید و از این قسمت خوشتون بیاد. شنا در شب، سال انتشار 2024. خانواده‌ای به خونه جدیدشون اومدن و سعی دارن خودشونو با شرایط جدید عادت بدن تا اینکه متوجه یه نیروی شیطانی تو خونه میشن. پسر خانواده میونه آبتنی توی استخر خونه یه عروسک رو میونه یه دریشه میبینه و سعی میکنه اونو بیرون بکشه تا اینکه با یه هیولای ترسناک روبرو میشه. فیلم 138 دقیقه شنا در شب سال 2024 تو ژانر فیلم‌های ترسناک و دلهره‌آور منتشر شد و تا حالا با حدود 9000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 4.8 از 10 رو ثبت کنه. آکوامن و آخرین پادشاهی، سال انتشار 2023. ماجرای قسمت دوم، یعنی آکوامن و آخرین پادشاهی، درست بعد از قسمت اول دنبال میشه. بلک مانتا به قدرت نیروهای سیاه دست پیدا کرده و حالا دنبال انتقام مرگ پدرش از آکوامنه. آکوامن هم سعی داره هر طوری شده از آتلانتیس محافظت کنه. واسه همین با برادرش که سالها پیش زندانی شده بود متحد میشه. فیلم 2 ساعت و 4 دقیقه آکوامن و آخرین پادشاهی سال 2023 تو ژانر فیلم‌های اکشن، ماجراجویی و فانتزی با کارگردانی جیمز و منتشر شد و تا حالا با 48000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 5.7 از 10 رو بگیره. ماجرای بامزه انیمیشن مهاجرت با یه خانواده از اردک‌ها جلو میره. اعضای خانواده سعی دارن پدر بیش از حد نگرانشون رو راضی به مهاجرت کنن. این خانواده برکه امن خودشون رو با یه نقشه دقیق ترک میکنن، ولی میونه سفر متوجه مسائل و تجربیات جدیدی میشن که قرار نیست طبق نقشه پیش بره. انیمیشن 123 دقیقه مهاجرت سال 2023 از کشور فرانسه منتشر شد و تا حالا 12000 تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.7 از 10 رو ثبت کنه. داستان علمی تخیلی و هیجان انگیز این فیلم تو سال 2041 اتفاق میفته. یه زن جوان بازرس پرونده قتل یه زوج تو اروپای مرکزی شده. از طرف دیگه تیم بازیابی موفق میشه یکی از زوجها رو با تکنولوژی‌های پیشرفته به زندگی برگردونه. حالا بازرس یا کارگاه داستان باید از معمای این پرونده سر در بیاره. فیلم 155 دقیقه نقطه بازیابی سال 2023 تو ژانر فیلم‌های جنایی، علمی تخیلی و درام منتشر شد و تا حالا تونسته امتیاز 6.6 از 10 سایت IMDb رو ثبت کنم. TIM، سال انتشار 2023.
ابی دختریه که به عنوان یه مهندس تو رشته هوش مصنوعی تصمیم گرفته به حومه شهر بره تا اینطوری بدون مزاحم رو پروژه جدیدش کار کنه. پروژه جدید اون تکامل یه ربات انسان‌نما از طریق هوش مصنوعی TIM سال 2023 تو ژانر فیلم‌های علمی تخیلی و هیجان انگیز از کشور انگلستان منتشر شد و تا حالا با 2000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 55 از 10 رو بگیره. حیوان سال انتشار 2023. پدر به خاطر مسائل کاری زیاد کنار خانواده نیست و اینطوری عشق شدید پسرش یه طرفه میمونه و این قضیه باعث میشه رابطه خوبی بینشون شکل نگیره. حالا پدر به قتل رسیده و پسر سرسخت و شجاع داستان بعد از سالها به کشورش برگشته تا انتقام مرگ پدرش رو بگیره. فیلم 324 دقیقه حیوان سال 2023 تو ژانر فیلم‌های اکشن، جنایی و درام از سینمای هند منتشر شد و تا حالا با 75000 رای تو سایت IMDb سه امتیاز 6.4 از 10 رو بگیره. شکارچیان بدلن سال انتشار 2024. یه زمین لرزه بزرگ سئول رو کاملا نابود کرده. کره تبدیل به یه سرزمین بیقانون شده و حالا تو این شرایط آخرزمانی یه شکارچی شجاع واسه نجات دادن یه نوجوان از دست دکتر دیوانه وارد ماجرا میشه. اون باید واسه نجات این نوجوان به اردوگاه خطرناکی که پر از فرقه‌های ترسناک بره. شکارچیان بدلن سال 2024 تو ژانر فیلم‌های اکشن، ماجراجویی و درام از کشور کره جنوبی منتشر شد و تا حالا با حدود 4000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6 از 10 رو بگیره. زنبورداران سال انتشار 2024. ماجرای اصلی این فیلم بعد از مرگ یه خانم مسن اتفاق میفته. این زن بعد از درگیر شدن با یه گروه کلاهبرداری خودکشی میکنه. حالا اینجاست که پای آدام کلی با بازی جیسون استاتام به ماجرا باز میشه. اون جزء یکی از سازمانهای سری به اسم زنبورداران بوده و میخواد با استفاده از اون مهارت‌ها گروه کلاهبرداری رو نابود کنه. فیلم 145 دقیقه زنبورداران سال 2024 تو ژانر فیلم‌های اکشن مهیج با بازی جیسون استاتام منتشر شد و تا حالا با 30000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.5 از 10 رو بگیره. داستان ترسناک فیلم سینمایی زنده شد تو آینده‌ای که در حال نابود شدن اتفاق میفته. واتیکان به علم احیا کردن مردگان دست پیدا کرده و قرار این قضیه زندگی بشر رو تغییر بده. حالا یک کشیش وارد ماجرا میشه و از توطئه‌های پشت پرده این برنامه باخبر میشه. فیلم 137 دقیقه زنده شد سال 2023 تو ژانر فیلم‌های ترسناک و علمی تخیلی از کشور آمریکا منتشر شد و تا حالا تونسته امتیاز 53 از 10 IMDb رو ثبت کنم.
ناگا سال انتشار 2023. سارا یه دختر سعودیه که تصمیم گرفته همراه دوست صمیمیش به بیابونهای ریاض بره، ولی یه حادثه تلخ همه چیزو تغییر میده. اونا تو مسیر رسیدن به ریاض با یه شتر تصادف میکنن و این قضیه شروع ماجراهای هیجان انگیز فیلمه. فیلم 151 دقیقه ناگا سال 2023 تو ژانر فیلم‌های درام و دلهوراور از کشور عربستان سعودی منتشر شد و تا حالا با 14000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 57 از 10 رو ثبت کنه.